であるだろう。はい、調和せどうだخب دوستان سلامی ویژه به عزیزانی که از طریق فیسبوک به ما میپیوندن و خوش آمد و درودی دوباره به دوستان عزیز شنونده. شکر نعمت مطلب انتخابی امروزه. توصیه هایی رو باهاتون در میون میگذارم، اگه به دلتون مینشینه انجامش میدید، اگر هم نه که ضرری نداره. انقدر آدم حرفایی بی ربط در تمام روز میشنوه، گفته های منم روی تمام اونها. برای اینکه فقط این حرفا چیزای عجیب و غریبی نیست، متوازی وقت اینقدر سرمون به کارهای روزمره و زندگیمون بدو بدوهاش و گرفتاریاش جمع میشه، در این حال حواسمون پرت میشه، متمرکز اونها میشیم که یادمون میره که یه چیزای کوچیکی رو تو زندگی مراعات کنیم و بعد ببینیم بازتاب دلپذیرش چجور زندگی ما رو خوشایند میکنه، چجور نور میبخشه به گوشه های تاریخ که بعضی روزامون کمچی خیلی هم سرحال و خوشحال نیستیم. شکر نعمت مطلب امروزه از کتابی در آوردم که بعد میرم به سراغش، ولی قبلش صحبت دل خودم رو با شما بکنم که آیا فکر میکنید اگر که تمام نعمتهای دنیا رو جمع میکردن و بعد به تعداد انسانهای جهان تقسیم میکردن به من و شما همینقدر میرسید؟ حتما کمتر میرسید. دوستان چجوره که ما اگر یه ناراحتی و گرفتاری برامون پیش بیاد انقدر حرصش رو میخوریم، نقش رو میزنیم، شکوه و شکایتش رو میکنیم، ولی این همه نعمت داریم و کمتر میشه که یک روز به شمردن این نعمت ها و شکرگزار بودن در مقابل این داشته ها و نداشته ها باشیم. حالا روز شکرگزاری رو نمیگم که به زور بغلمونم که شده به فکر نعمت هامون میافتیم، نه، هر روز عزیزی میگفت با پسرش قرار گذاشته که آخر روز، و چقدر ببینید این کار چقدر قشنگه، چقدر مفید و مؤثره، شا پسر جوونش که اونم پذیرفته بود، هر روز با مادر از طریق تکست در ارتباط بودن و برای 3 مورد که اون روز به خصوص براشون پیش آمده و در مقابلش شکر گذارن و قدر شناسن به هم تکست میکردن. نه تکست طولانی بود و نه موضوع انشا و نه مثل من حرف بزنه حراف مطلب رو کش میدادن، فقط 3 مورد. حتی امروز ترافیک سبکتر بود، براش شکر گذارم. امروز یه ملاقات خوب داشتم، یه پروژه کاریم خوب شد. امروز اصلا اتفاق بدی رخ نداد، براش شکر گذارم. حتما که نه، بعد یه چیز خوبی اتفاق بیفته. خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و چقدر خوبه که به این ترتیب ما جوانترها رو تشویق کنیم، بچه هامون، نوه هامون رو تشویق کنیم که قدرشناس و شکر گذار اون چه که دارن باشن، دنبال بیشتر برن. افسون خواهی به خصوص برای جوانترا یک ویژگی پسندیده است، ولی قدر اون چیزی هم که دارن بدونن. عزیز دیگری میگفت که من بارها و بارها از چراغ و چهارراهی رد میشم، چراغ ترافیک منظورش بود، و چهارراهی رد میشم که هیچ اتفاقی برام نمیافته، ولی هفته پیش از چهارراه که میخواستم بپیچم با تصادف و اتومبیل دیگری برخورد داشتم. یعنی یه دقیقه دیرتر یا یه دقیقه زودتر به چهارراه رسیده بودم، اون تصادف رو رد کرده بودم. در حالی که حسابش رو بکنید ما چقدر یک دقیقه زودتر یا یک دقیقه دیرتر از این چهارراهایی که در کنار رو در مسیر زندگیمون هست رد میشیم و هیچ اتفاقی نمیفته، ولی وقتی به اونور میرسیم میگیم به به چه خوب، مرسی، خدا رو شکر، یا هر باوری که داریم مورد قدردانی قرار بدیم و تشکر کنیم. نه، ولی اگر یک دفعه از این چهار راهی که رد میشیم خدای نکرده با تصادفی برخورد بکنیم، اون وقت اخ جان، این پیام های مهر دوستان چقدر دلگرم کننده است و چقدر ممنون و سپاسگزارشون هستم. به هر حال نشینیم یه اتفاق بد بیفته و بعد بگیم اه و نق بزنیم و شکوه و شکایت داشته باشیم، بلکه بیاید
قدر اون چیزهایی که اتفاق نمیفته رو هم بدونیم، خوشحال باشیم از لذتهایی که در زندگی داریم تجربه میکنیم، و نه فقط خوشحال باشیم، متوجهش باشیم، آگاهش باشیم، به قول اینجا یا کانشسش باشیم، به این ترتیب که با این قدردونی مثل که در نعمتهای تازه دیگه ای رو هم به روی زندگی خودمون باز میکنیم. خب بعضی وقت آدم کسل میشه، اتفاقایی بد پشت سر هم میفته، ولی لابلای هم اونها اتفاقای خوب رو ببینید و بذارید که اونها رو بیشتر به خودتون و به زندگی خودتون عزیزانتون جلب و جذب بکنید. و بعد در مقابلش یک خواهش، در کنار این توصیه و پیشنهادم به شما یک خواهشم دارم. ما خودمون، ما انسانها خیلی وقتا پشت پا برای خودمون میگیریم برای رسیدن به خوشبختی کامل، خوشحالی و آرامش کامل. یکی از مواردش همینجاست، این شکری که من میگم به جا بیاریم و این قدردانی که میگم تجربه بکنیم. اگر که کامل انجامش نمیدید، نکنه بر این که پس فکرتون، ذهنتون و مکالمهی که در اون ذهن به هر دلیلی به وجود آمده اینه که شما خودتون رو لایق نعمتهایی که دارید نمیبینید. یعنی نه این که نمیخواید بروتون بیارید که چقدر نعمت دارید، بلکه اصلا فکر میکنید که من حتی خیلی، این از اون بازی هاست که سیستم ناخودآگاه آدم با خود باش بازی میکنه، و اصلا من در خور این نعمت نیستم و شاید لیاقت این همه نعمت رو ندارم. برای همین یه جورایی مثل این که در مقابلش جبهه میگیریم و از کنارش بی توجه و بدون قدرشناسی رد میشیم. حالا هر کی هم ویژگی خودشو داره، ویژگی شخصیتی مثبت و منفی، ولی اگر برای شخصیت مثبت و خوب و دلپذیر و شادی که دارید مورد توجه، مورد تشویق و قدرشناسی دوستانتون قرار میگیرید، دیگه توی سر مال نزنید دوستان، و قدر خودتون رو بدونید و بدونید که شما لیاقت ورود به وادی خوشبختی رو دارید. اگر که از گشاده دستی افسونی، اباندنس به قول اینجا، یا زندگی و اتفاقاتش رو دریافت میکنید و پذیرا هستید، لابد لیاقتتون چیزهای بهتری هست که سر راهتون گذاشته میشه و شایستگیش رو دارید که دریافتش بکنید. قدرش رو بدونید، لذتش رو. قدردانی از کی میپرسم؟ وقتی خودم کاری رو انجام نمیدم. خیلی جالبه، قدردانی از هر باوری که دارید، و اگر ندارید به خودتون باور داشته باشید. این اتفاقا بی خودی نیست دوستان که سر راه من و شما قرار میگیره. دارم فقط پیشنهاد میکنم بهتون و توصیه میکنم که متوجهش باشید. فقط روزگار رو با اتفاقاتی که میفته از کنارش نگذرید. قدر اون چیزی که خوب برامون پیش میاد و اون چیزی که بد برامون پیش نمیاد، قدر اون رو هم بدونیم. و بعد یادمون باشه که ما لیاقت جذب اتفاقات خوب رو داریم. یکی از کلیدهای خوشبختی شکر نعمت رو داشتن و قدرش رو دونستنه. و بعدم به خاطر خوبی هایی که برامون پیش میاد مجبور نیستیم برای کسی توضیح بدیم یا از کسی عذرخواهی بکنیم. اونجاست که میگم شاید ته دل یا پس فکر مکالمه اینجاست که آیا من واقعا لیاقت این اتفاقهای خوبی که برام میفته رو دارم یا نه. و به نظر میاد که با اتفاقهای بد اینقدر آدم صمیمیتر شده و راحتتر کنار میاد که اونها کمتر حولمون میکنن و دست باچمون میکنن. شاید احساس میکنیم که سزاوار اون نعمتهایی که در زندگی داریم نیستیم، برای همین قدرشناسش هم نیستیم. ولی هممون در وجودمون یک توانایی خاصی نهفته است که میتونیم بهترین خودمون رو ارائه بکنیم، و اگر بهش امان بدیم، بهش توجه بدیم و زندگیش کنیم، خواهیم دید که چجور بدون عذرخواهی و کم اهمیت جلوه دادن نعمتهایی که در اطرافمون وجود داره میتونیم کاملا و سرشار و پر و کامل اونها رو زندگی کنیم، ازش لذت ببریم
و وقت بازتابش روی زندگی اطرافیانمون هم اون باران لطف و نعمت و برکت و حس قشنگ رو داشته باشه. از همش نهایتاً حسی به اسم رضایت به وجود میاد. اون چی که منو راضی میکنه شاید با اون چی که شما رو راضی بکنه متفاوت باشه. مهم اینه که هر روز موقع غروب فکر کنیم از انسانی که امروز بودیم راضی هستیم، خوب زندگی کردیم و قدر، باز میگم، همون رابطه که این دوست عزیزم با شاپسر گلش داشت، که دو سه مورد تو حداقل ذهن خودمون به خودمون یا به یک عزیز دیگه که اون رو هم سر حال بیاره تکس کنیم که من برای این سه مورد امروز قدردان و قدرشناسم و شکرگزارم به باور خودم و این نعمت‌ها رو دارم و ازشون نه با خجالت بلکه با غرور، برای اینکه انسان خوبی هستم، برای اینکه بهترین توانایی خودم رو دارم ارائه میکنم و زندگی میکنم و لیاقت این خوبی رو هم دارم، قدرشناسش هستم و دارم به همین ترتیب زندگی میکنم و پیش میرم. اگر همیشه پیشرفت، شفا، تازگی و فرصتهای خوب سر راهمان قرار میگیرند، بدانیم که شکر نعمت برای دست یافتن به این خوبی ها واجب است و قدردانی و قدرشناسی از روزگاری که ما را با شادی ها در ارتباط قرار می دهد شادی ها را بیشتر و بیشتر می کند، ما را متبرک می کند و از سختی هایی که با آنها دست و پنجه نرم می کنیم تا برای غلبه بر مشکلاتمان قوی تر شدیم ما را آگاه می کند و نهایتاً به خواسته های غیر قابل دسترسمان می رساند. حالا در هفته آینده باز هم راجع به این شیطنت های ذهن خودمون با خودمون، برای اینکه بعضی وقتا نبینیم که چه شانس هایی، چه نعمت ها و برکت هایی در اطرافمون هست، بدون اینکه از خودمون راضی باشیم، به قول عزیزی که میگن قدرشون رو بدونیم، متشکرشون باشیم و بعد خودمون انسان بهتری رو از خودمون ارائه بدیم تا اون وقت ببینیم که چقدر لیاقت و شایستگی دریافت اتفاقهای خوب رو هم داریم. تا هفته آینده جمعه سهروب که دوباره با هم گپ و گوی خودمونی بزنیم و یکی دوتا مورد دیگر رو یادآور هم دیگه بشیم که نهایت لذت رو از زندگی خودمون و عزیزانمون و اطرافیانمون تجربه کنیم.